دردی که از شکم به قفسه سینه وارد میشه، مزه تلخی که از گلو به دهن برمیگرده، سوزش سر دل، تلخی گلو یا سرفه، همه علائم رفلاکس معده ان که بیشتر ما به نوعی اون رو تجربه کردیم. با این حال بعضی افراد به صورت مداوم چنین علائم رو تجربه میکنن. سلام، در این ویدیو میخوام در مورد رفلاکس معده صحبت کنم. اگر اولین باره که وارد کانال واو واو شدید و کلیپ های منو میبینید، بهتره همین الان دکمه سابسکرایب رو بزنید تا همدیگر رو گم نکنید. رفلاکس وقتی ایجاد میشه که مقداری از شیره معده از مری بالا میاد و حتی در برخی مواقع انقدر شدیده که ممکنه شیره معده تا دهن هم برسه. شاید برای برخی افراد سوال پیش بیاد که برای چی رفلاکس معده باعث ایجاد سوزش میشه؟ به خاطر اینکه اون شیره معده از هیدروکلوریک اسیده و یکی از قوی ترین اسیدهای موجود توی جهانه و خب قاعدتاً سوزش شدیدی میتونه ایجاد کنه. عوامل ایجاد رفلکس میشه مصرف موادی مثل پیاز، غذاهای حاوی فلفل، میوه‌های ترش، سس کچاپ، مصرف دخانیات، استرس و فشارهای روانی، چاقی، مصرف بیش از اندازه نوشابه‌های گازدار، دراز کشیدن بلافاصله بعد از غذا خوردن، پرخوری، مصرف بیش از اندازه کافئین. اگر بخوایم یه نگاهی روی علائم رفلاکس معده داشته باشیم، علائم رفلاکس معده بر حسب اندام و عضوی که تحت تاثیر اسید معده قرار میگیره متفاوته. همه انسان‌ها علائم یکسانی رو تجربه نمی‌کنن. علائم رفلاکس معده از خفیف به شدید دسته‌بندی میشه و معمولاً بعد از خوردن غذا، به خصوص غذاهای تند یا چرب و موقع دراز کشیدن یا خم شدن بروز پیدا میکنه. از علائم رفلاکس معده میتونیم به چند تا موردی که میگم اشاره کنیم. درد یا سوزش سر دل که با احساس سوزش در قفسه سینه همراهه که این سوزش ممکنه به گلو هم برسه. احساس مزه تلخ یا ترش توی گلو که در برخی مواقع ممکنه بخشی از غذا یا مایع موجود توی معده به دهن برگرده. سوء هاضمه که با درد و ناراحتی در بالای شکم همراهه. احساس ناراحتی معده، داشتن حالت تهوع استفراغ، احساس سیری آزاردهنده، همه از علائم ریفلاکس و سوء هاضمه هستن. در برخی موارد اشکال در بلع که حتی گاهی در تنفس فرد اختلال ایجاد میکنه هم وجود داره. گلو درد، سکسکه شدید یا استفراغ هم ممکنه وجود داشته باشه. پزشک با توجه به این علائم ممکنه یک سری آزمایشاتی انجام بده که بتونه تشخیص بذاره. بلع باریوم یکی از اون موارد هست که تصویر برداری از گوارش رو امکان پذیر میکنه. نوشیدن محلول حاوی ماده باریوم این امکان رو فراهم میکنه که بتونیم از دستگاه گوارش عکس برداری کنیم. از این روش برای تشخیص رفلاکس معده استفاده میشه. روش بعدی آندوسکوپی است. یه لوله انعطاف پذیر که با یه دوربین کوچک از دهن وارد میشه و برای بررسی و نمونه برداری به داخل مری فرستاده میشه. روش بعدی نظارت روی پهاش مری هست که یک قطعه پهاش سنج در مری کار گذاشته میشه تا ورود اسید معده به مری رو بررسی کنن. روش بعدی فشار سنج مریه که یک لوله انعطاف پذیر رو درون مری میفرستن تا قدرت عضلات موجود توی مری رو اندازه‌گیری کنن. شاید بپرسیم برای درمان رفلاکس معده چیکار باید بکنیم؟ یکی از مؤثرترین روش‌های پیشگیری و درمان رفلاکس معده تغییر سبک زندگی و اصلاح رژیمه. برخی از نکاتی که باید در درمان رفلاکس معده به خاطر داشته باشید میشه اینها: سیگار رو باید ترک کنید، وعده‌های غذایی خودتون رو باید کوچیک کنید، بعد از خوردن غذا به هیچ عنوان دراز نکشید، پس از خوردن غذا آدامس بجوید، از خوردن و نوشیدن خوراکی هایی که علائم رفلاکس معده رو تشدید میکنن مثل فلفل باید پرهیز کنید، لباس و کمربند تنگ نپوشید، اگر اضافه وزن دارید باید به فکر کاهش وزن خودتون باشید. در صورت که رعایت این موارد کارساز نباشه ممکنه پزشک معالج جهت درمان رفلاکس معده دارو تجویز کنه. بریم سراغ درمان های خانگی رفلاکس معده. یکیش آهسته و پیوسته غذا خوردن. هرچی معده در یک وعده بیشتر پر بشه احتمال رفلاکس معده و شدت علائم هم بیشتره. اگر خودتون عادت کنید که به جای 3 تا وعده غذا با
مقدار زیاد وعده های بیشتری و با حجم کمتری بخورید معده کمتر پر میشه و علائم رفلاکس معده هم کم میشه. پرهیز از برفی، مواد غذایی و مواردی که باعث رفلاکس معده میشن مثل غذاهای چرب، غذاهای تند و پر ادویه، گوجه فرنگی، نعنا، پیاز، سیر، قهوه، چای، شکلات، نوشابه گازدار و نوشیدنی های الکلی باعث میشه که رفلاکس معدتون کم بشه. اگر با خوردن غذاها ارتباط داشته باشه رفلاکستون، باید حتما این موارد رو رعایت کنید و برای حداقل یک هفته پرهیزات غذاییتون رو انجام بدید. مثلا یک هفته کلا چای نخورید، هفته دوم کلا پیاز نخورید و به همین ترتیب دقت کنید که با کدوم یکی از اونها رفلاکس معدتون شدید میشه، بعدا اون رو کنار بذارید از رژیمتون، چون با به احتمال زیاد قطع کردن مصرف غذای تشدید کننده علائم رفلاکس معده تاثیر زیادی در بهبود علائم شما خواهد گذاشت. نوشابه گازدار نباید بخورید. نوشیدن مایعات گازدار باعث برگشت گاز از معده و دفع گاز از راه دهان میشه. برگشت گاز از معده با برگشت مقدار زیادی اسید همراهه. بنابراین بهتره به جای نوشابه گازدار آب مصرف کنید و با فاصله کمی از غذا خوردن باشه. ایستادن بعد از صرف غذا. وقتی در حال ایستاده یا حتی نشسته هستیم، جاذبه زمین اسید معده رو در جای خودش، یعنی در معده، نگه داره. بهتره طوری برنامه‌ریزی کنیم که 3 ساعت قبل از رخت خواب رفتن صرف غذا تموم شده باشه. به عبارت دیگه، دراز کشیدن بعد از نهار و صرف دیر هنگام شام باعث تشدید علائم رفلاکس میشه. مورد بعدی، اجتناب از حرکات سریع بعد از صرف غذا. بهتره چند ساعت بعد از غذا خوردن حرکات سریع و شدید نداشته باشید. پیاده روی بعد از صرف غذا مشکل ایجاد نمی‌کنه، اما حرکات ورزشی شدید و سریع، به خصوص حرکاتی که با خم شدن به جلو همراه باشه، در فاصله 1 یا 2 ساعت بعد از غذا باعث تشدید رفلاکس معده میشه. سعی کنید موقع خوابیدن یک بالش بزرگتر زیر سرتون بذارید. اگر سر ما حدود 15 تا 20 سانتی متر بالاتر از پاها باشه، جاذبه زمین از رفلاکس معده پیشگیری میکنه. به این موضوع باید پایه تخت در بخش فوقانی که سر قرار میگیره بلندتر از پایه پایینی باشه. استفاده از بالش بیشتر مفید نیست و باید شیب در کل تخت یا حداقل نیمه فوقانی تخت برقرار بشه. رهایی از اضافه وزن هم یکی از مواردیه که کمک میکنه. افزایش وزن باعث میشه عضلات و اعضای مجاور معده در فواصل تازه‌ای از هم قرار بگیرن. در نتیجه وضعیت طبیعی دریچه بالایی معده به هم میخوره و بسته موندن این دریچه دشوارتر میشه. اگر اضافه وزن داریم، با کاهش وزن میتونیم به کنترل علائم رفلاکس معده بسیار کمک کنیم. فشارهای روانی زیاد و عصبی و نگران بودن در بیشتر مردم باعث افزایش ترشح اسید معده میشه که باید از استرس دوری کنیم. برای بهبودی رفلاکس معده، اگر سیگار یا قلیون میکشیم، اونها رو باید کنار بذاریم. نیکوتین باعث بازموندن دریچه فوقانی معده میشه. چک کردن داروها. برخی داروها مثل داروهای حاوی استروژن که به زنان بعد از یائسگی میدن، باعث شل شدن دریچه فوقانی معده میشه و همچنین برخی داروها مثل داروهای رفع پوکی استخوان باعث التهاب و آسیب به مری میشه. بنابراین برای آگاهی از تأثیر داروها روی رفلاکس معده، بهتره با پزشک معالجتون مشورت کنید. مرسی از اینکه در این ویدیو همراه من بودید. امیدوارم ویدیو بتونه کمک کنه به شما که از شر رفلاکس معده خلاص بشید. اگر خوشتون اومد حتما لایک رو بزنید که افراد بیشتری بتونن این ویدیو رو ببینن و پیشنهاد می‌کنم ویدیوهای زیر این پست رو هم حتما ببینید، چون مرتبط با سلامتی شماست. یا حق.